بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سومین جلسه از جلسات مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به بخشی دیگر پس از آنکه سخن راجع به حضرت سلیمان فرمود و قصه کج شدن تاج بر سر سلیمان رو مطرح کرد و بیان داشت که روزی حضرت سلیمان بر بارگاه خود بر تخت خود نشسته بود و ناگهان خاطری از خواطر غیر رحمانی بر ایشان وارد شد و اندیشه‌ای در خاطر ایشان درآمد. ناگهان آن تاج بر سر او کج شد. پس از آن هرچه این تاج رو درست می کرد این باج کج می شد، هر قد که او رو اصلاح می کرد باز کج می شد، تا اینکه ناگهان فهمید، بر سجده افتاد و گفت ربنا اننا ظلمنا، ما ظلم کردیم به خودمان. این چه اندیشه ای بود، این چه تفکری بود که در ذهن من آمد و باعث شد که آن کجی فکر در کجی تاج من و در کجی رفتار ظاهری من آشکار شود. در حال آنچه که مولانا فرمود، در حال این تاج درست شد. پس از آن امتحان میکرد، اون تاج رو کج میکرد سلیمان باز راست میشد، کج میکرد و باز راست میشد. مولانا از این بیان میخواهد استفاده کند که راستی و کجی از درون انسان است و درون انسان است که میبایست راست باشد، وگرنه ظاهر انسان تابع باطن انسان است. ظاهر رفتارهای انسانی و ظاهر زمینی انسان تابع افکار آسمانی او خواهد بود. پس از آن اکنون در ادامه آن مطلب که راجع به روایت کساد امت بود که حضرت رسول فرمود که امت من کاسد می شود، کساد خاصی در امت من پیش می آید. گفتند این کساد چیست؟ فرمود که از سنت من دوری می کنند. اگر بخواهند که دوباره به رونق برگردند می بایست که از خداوند اعتذار کنند، توبه کنند تا اینکه به نتیجه‌ای برسند و به سنت من میبایست عمل کنند. آمدیم به تمامت آن حدیث اول. آن حدیث اول که جلسات قبل راجع به آن سخن گفتیم دوباره به آن بر می گردد بعد از اینکه مطالب خاصی رو فرمود تا ما بتوانیم اون حدیث رو بهتر و بیشتر دریافت کنیم. که این حدیث ما را پایان و نهایت نیست. اگر بخواهیم سخن بگوییم سخن فراوان است. بر می گردیم به همان بحثی که ایشان فرمود، قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلهی مددا. آیه مشهور قرآن هست که شما همه آشنا هستید. قل بگو ای رسول، لو کان البحر مدادن، اگر دریاها مداد باشد. مداد یعنی چیزی که میکشند، از مده یمدو میاد. مداد برخلاف تصور ما آن
قلمی نیست که ما می نویسیم. مداد در حقیقت به مفهوم جوهر هست و مرکبی که معمولا در دوات می ریختند و از آن جوهر می زدم، قلم رو می زدم به آن جوهر و به آن مداد و بر روی کاغذ ها می نوشتند. قرآن می فرماید که برخی آمدند، برخی از علماء یهود در اول اسلام آمدند، گفتند که خدای تو چقدر حرف کم دارد، گاهی یک سخنی می گوید، گاهی یک آیه نازل می شود، چقدر بلد نیست خداوند تو حرف بزند، خداوند تو سخن خوب نمی گوید، فراوان نمی گوید، در حالی که ما یهودیان ببینید کتاب ها در کتاب ها داریم و گنجینه های عظیمی از کتاب های علمی نزد ما هست، چرا خدای تو اینقدر نمی تواند زیاد و فراوان سخن بگوید؟ این آیه در این مورد آمد که فرمود قل ای رسول بگو لو کان البحر، لو اگر کان البحر، اگر دریا مدادن لکلمات ربی، اگر مدادی بود، جوهری بود برای کلمات رب من. در آیه دیگر هست که و شجر و اقلام، در آیه دیگر هست که شجرها اقلام شوند، یعنی دریاها مداد شوند، جوهر شوند و همه درختهای دنیا همه تبدیل به قلم شوند، آن وقت هیچ وقت کلمات خداوند پایان نخواهد یافت. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر برای کلمه های رب من دریا جوهری باشد و مدادی باشد، لنفد البحر، این انقدر به این دریا، به آب دریا بزنند و بنویسند، این تمامی این دریاها خشک خواهد شد، نفده یعنی به اتمام خواهد رسید، لنفد البحر قبل ان تنفده کلمات ربی، قبل از این که کلمات پروردگار من، رب من تمام شود، آبهای آن دریا تمام خواهد شد. یعنی آنقدر زیاد است که بسیار عجیب و عظیم است که انسان به تمام دریاها به عنوان جوهر باشد و آنقدر نوشته شود که تمام شود. ولو جئنا به مثلهی مددن، میگه خب حتی اگر بیاوریم، جئنا به یعنی بیاوریم، جئنا لازم است به وسیله بایی که در اول مثله آمده متعدی شده، می فرماید لو جئنا به مثلهی، اگر بیاوریم مانند آن رو، مددن مدد بیاوریم و یاوری کنیم، باز هم یک دریاهای دیگر رو هم بیاوریم، باز هم کلمات خدا تمام نمی شود، باز هم این دریاها رو پر از آب کنیم دوباره جوهر باشد، باز هم این رو بنویسیم کلمات الهی رو، باز تمام نخواهد شد. والعاقل یکفیه الاشاره، و عاقل کفایت می کند به اشاره، یعنی اگر به یک عاقل به یک اشاره کفایت می کند، اما جاهل با هزاران سخن به راه نمی آید و توجه نمی یابد. فرق عاقل و غیر عاقل، عالم و جاهل، این است که عاقل به یک اشاره درک می کند، تا آخر مطلب رو می فهمد و قبول می کند، اما غیر عاقل می بایست که بهش بگی، چندین بار بهش بگی، حتی بعد از اینکه چندین بار گفتی باز هم متوجه نخواهد شد. مشکلی نیست اگر انسان بداند که به یک کسی اگر یک بار، دو بار، سه بار گفت متوجه خواهد شد، می گوید. اما مشکل اینجاست که به یک عاقل با یک اشاره کافیست می فهمد، با یک نگاه کوچک می فهمد قصد تو رو، منظور تو رو، ولی یک کسی که عاقل نیست، هزاران بار به او بگویی، سخنان فراوان بگویی، او درکی نخواهد داشت و درک نخواهد کرد.
این والعاقل و یکفیه الاشاره یک مسئله مشهور هست که میدانید همه. به شکل والعاقل و تکفیه الاشاره هم گفتند، هر دو درست است، هم یکفیه میتوانیم بگوییم هم تکفیه بگوییم. اگر بگوییم العاقل و یکفیه الاشاره، یکفی فاعلش میشود عاقل، یعنی عاقل کفایت میکند به اشاره، یعنی یک اشاره برای یک عاقل کافی است. اگر بگیم که العاقل و تکفیه الاشاره، فاعلش اشاره هست چون مؤنث است با تا آمده، از این جهت هست که میگوید والعاقل و تکفیه الاشاره، یعنی اشاره کافی است برای عاقل. اگر بگوییم عاقل یکفیه الاشاره، میگیم عاقل کفایت میکند به یک اشاره. این هم یک بحث ادبی بود که شاید شنیده بودید و فصل این دو. میفرماید که الا من تمسک به سنتی عند فساد امتی. خب چه میشود که انسان بیاید و از کساد جلوگیری کند، از کساد امت جلوگیری کند؟ همه امت من کاسد خواهد شد مگر کسی که تمسک به سنتی عند فساد امتی، هنگام فساد امت من تمسک کند به سنت من. تمسک مماسکت یعنی دست یازیدن و محکم گرفتن چیزی را. ما معمولا به چیزی که علاقه داریم خیلی محکم نمیگیریم. اگر علاقه ما به چیزی بسیار باشد، حاضریم تمامی رنجها و تعبها رو تحمل بکنیم تا به آن امر برسیم. تمسک این است که انسان محکم بگیرد و هرگز رهایش نکند. هنگام فساد امت من، هنگامی که امت من فاسد می شوند، آن وقت به سنت من تمسک کند، یعنی آن قطره جان پاک مشتاق از دریای جانان، دور مانده محجوب گشته در عالم آب و گل، از شوق جان و دل چون ماهی بر خشکی می تپد و قطره های دیگر با او یار نمی شوند که الاسلام و بدع قریبن و سیعود و قریبن. سخن خیلی خاصی می فرماید که انسان هایی که می بایست به سمت خدا بروند، قصهش رو گفتیم که قصه انسان ها در دریای الوهیت بودن، همه انسان ها در دریای الوهیت بودن و جذبه الهی، جذبه شمس الهی همه انسان ها رو به بالا برد و سپس در این جهان و در این زمین، در دنیای ناسوت آنها رو بارانید و اینها به شکل قطره قطره از آن دریای کل جدا افتادند. چاره کار این است که با تمسک به سنت رسول الله اینها همه برگردند به همان دریای وحدت الهیت. وقتی که اینها آمدند و باریدند و جدا جدا شدند، هر قطره اگر جدا بماند در معرض تلف است. ممکن است که هر چه سریعتر تلف شود، بخار شود و از بین برود. چاره کار این است که هر قطره بیاید به قطره دیگر متصل شود، آن قطره ها به قطرات دیگر و همه به قطره های دیگر، تا به جویها و رودخانه ها بپیوندند و نهایتاً همه این رودخانه ها مسیرش به سمت دریا خواهد بود. یعنی وقتی که از وحدت دریا آمدند به کثرت قطرات، وحدت به کثرت اتفاق افتاد در قوس نزول انسان ها میبایست که در قوس صعود دوباره از کثرت به سوی وحدت بروند. این همان منظری است و مرآی است که عرفان انسان رو در آن میبیند. میبایست که همه این قطره ها دوباره جمع شوند و به سوی دریای الوهیت حرکت کنند. هرگاه این قطره ها دور افتادند، حقیقتا به نتیجه‌ای نخواهند رسید. میفرماید که بعضی از انسان، غالب انسان ها حال و حوصله این رو ندارند. غالب انسان ها حال و حوصله درک و دریافت معنویات رو ندارند. غالب انسان ها دینشان بر نوک زبانشان هست، وابسته به زبانشان هست. و آنچنان که حضرت امام حسین علیه السلام فرمود که الدین لعقون علی السنتهم، الناس عبید الدنیا، همه مردمی که میبینیم این
چند میلیارد انسانی که در جهان هستند، چند میلیون انسانی که در کشور ما هستند، همه اینها عبید دنیا و عبید مادیاتند، برده مادیاتند و بسیار کمند کسانی که بیایند و به حقیقت دین و دین حقیقی دست پیدا کنند. و دین لعقون علا السنتهم، لعقه لسان است، لقلقه لسان است، در دلشان میگویند آنچه را که در قلبشان به آن هیچ اعتقادی ندارند. ما در رتم عایشهم، تا زمانی که این دین هم تا کی هست، تا زمانی که معیشت های آنها به خطر نیفتد، تا زمانی که زندگی مادی اینها در خطر نیفتد. و ازم توهنو بالبلا، زمانی که به بلایی دچار شدن، امتحانی به بلا شدن، قلت دیانون، آنهایی که حتی با زبان هم اظهار دین، اظهار حقیقت، اظهار راستی، اظهار عشق می کردند، در آن زمان از همان هم دست می کشند. قلت دیانون، آنهایی که دین دارند و بر سر دین خود هستند، بر سر عهد خود با خداوند هستند، بسیار بسیار اندک می شوند. شما اگر یک سخن لهو و لعب و بیهودهی رو بگید و سخنان نه چندان جالبی بگید، ممکن است در کانال شما 1.5 میلیون نفر عضو شوند و همه خواهند آمد تا اینکه مثلا سخنان لهو و لعب و سخنان بیهوده رو بگید. اما اگر میخواهید که یک کانالی داشته باشید که در آن سخنان مهم، خوب و عالی بگویید، احتمالا به جای 1.5 میلیون نفر شما مثلا چند صد نفر رو داشته باشید احتمالاً، و آن هم ممکن است که نداشته باشید. این اصل کلی است، این در همه جا جاری است، این از اول چنین بوده و تا آخر هم چنین خواهد بود. ما برای سخنان نه چندان جالب سر و دست می شکنیم، ولی برای سخنان اصولی، عمیق و علمی معمولاً توجه نمی کنیم. این یک خصلت انسانی است و نمی شود هیچ کس رو ملامت کرد، این قضیه است. مولانا اینجا می فرماید که قطره های دیگر با او یار نمی شود، محجوب می شود، محجور می شود. کسی که می خواهد در راه حقیقت قدم بردارد، در راه عشق قدم بردارد، یگانه می شود، تنها می ماند. این رو گفتن، این رو عرفا گفتن. چرا تنها می ماند؟ چون که هیچ خورد و خوراکی وجود ندارد در این راه. در این راه جز زحمت و رنج و عنا و چیز دیگری وجود ندارد. چرا بیاید در این راهی که نتیجه مادی برای او ندارد؟ او به دنبال خیلی راه‌های دیگر هست که بتواند به مادیات، به لذت‌های دنیوی بپردازد. نیازی ندارد، نیازی نمی‌بیند که به معنویات بپردازد، نیازی نمی‌بیند در برابر پرورش تن به پرورش روح خود هم اقدام کند. چون نیاز نمی‌بیند، از هر 1000 نفر 1 نفر ممکن است که تابع و دوستدار چنین سخنانی باشند. مولانا می‌فرماید که چون ماهی بر خشکی میتپد، چون این قطره ها میبایست به هم دیگر جمع میشدند و رودخانه ای تشکیل میدادند و بعد به دریا متصل میشدند، چون این نیست، این قطره تنها میماند، یا 2-3 قطره با هم میمانند، مانند ماهی که از دریا به دور افتاده است، مانند ماهی که از آب به دور افتاده است، دائم میتپد و حرکت می کند، بالا و پایین می پرد و بعدن هم طبیعتاً خواهد مرد. الاسلام بدع قریباً و سیعود قریباً. پیغمبر فرمود که اسلام بدع قریباً، آغاز شد قریب، بسیار کم بود، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، 15 نفر بود اوائل اسلام. و سیعود قریباً، و به زودی اسلام قریب تر خواهد شد. باز هم همه آن انسان‌ها دوباره به از اسلام دوری خواهند کرد و قریب خواهد شد. این اصل
کلی است. بعضی قطره ها با خاک در آمیختن. این قطره ها چرا چنین کردن؟ بعضی ها با خاک در آمیختن، بعضی قطره ها بر برگ ها در آمیختن. یعنی اینکه هر کسی به گونه ای خود رو تلف کرد در این جهان و خود رو از بین برد. هر قطره نماد یک انسان است. بعضی انسان ها در خاک فرو رفتن، از بین رفتن، بعضی ها در برگ ها آویزان شدن، برگ و باری که دنیا داشت به مال و منال دنیا آویزان شدند. بعضی قطره ها به وسوسه ظلمات خود را چارمیخ کردند. بعضی ها که ظلمت وسوسشان کرد، اینا اومدن چارمیخ کردند. چارمیخ یعنی حالتی که چهار تا میخ در اطراف بدن میزدن، دست و دو دست رو و دو پا رو با آن میبستند محکم، برای شکنجه این کار رو انجام میدادن. چارمیخ کشیدن یعنی چهار دست و دو دست و دو پا می شود چهار تا، چهار دست و پای انسان رو ببندن و او هیچ کاری نتواند بکند، اسیر مطلق است و هیچ حرکتی نمیتواند انجام دهد. بعضی قطره ها به دایگی درختان قصد بیخ کردند. بعضی از درختان هم رفتند به دنبال ریشه، از برگ وارد شدن به ریشه تا اینکه درختان رو آبیاری کنند. هر قطره جانی به چیزی مشغول شد، هر قطره روحی که خداوند از روح الارواح و از دریای ارواح خود به این جهان آورد، هر کدام به چیزی مشغول شدند. یکی به خیاطی، یکی از ماها مثلا انسان ها خیاط است، یکی به کفشگری، یکی کفاش است، یکی به سودای اخی، سودای برادری و دوستی و به دوستی های دنیوی دست پیدا کرد، یکی به سماع چنگی، یکی رفت که به چنگ، به نوای چنگ گوش کند، و یکی به بو و رنگی، یکی هم به دنبال یک بو و رنگ رفت. هیچ کدام به سمت خدا نرفتند. از دریاش فراموش شد، همه دریا را فراموش کردند. یادشان رفت که اینها از کجا آمده بودند. خود را قطره‌ای دیدند و خواستند بیاویزند و درآویزند در این جهان به هر شکلی که ممکن بود. همچنان که ما از یاد برده ایم آن عالم رو، آن عالم ارواح رو از یاد برده ایم. اگر ما هر چقدر هم بخواهیم یادآوری کنیم، البته به یادمان نخواهد آمد که در عالم زر ما آمده ایم و خداوند گفت به ما که الستو برب بکم، قالو بلا، ما همه بلا گفته ایم، بله گفته ایم، اما این بله از یاد همه من رفته است. اکنون همان کار که آن سیلها که صد هزار قطره بودند جمع شدند راه کردند. وقتی این سیل جمع می شوند راه پیدا می کنند، یک قطره راه پیدا نمی کند، ولی وقتی اینها جمع شدند حرکت عظیمی و راه عظیمی اتفاق می افتد. یعنی اینکه درویشان هم که هر کدام یک قطره هستند، انسان های سالک، انسان هایی که در این راه می خواهند قدم بردارند، می بایست با هم باشند، این قطره ها به هم متصل شوند و راهی به سوی خداوند پیدا کنند. جمع شدند، راه کردند و راه رفتند. هم راه رو درست کردند و هم راه رو رفتند. خیلی جالبه این که انسان راه رفته رو برود که مهم نیست. در عرفان میبایست که انسان راه رو خود ایجاد کند، راه رو بیافریند و خود حرکت کند. این مسئله خیلی مهم نیست که نه اینکه در راهی که رفته است، انسان در هر جا میبایست راهی برای خود پیدا کند. انسان‌های ضعیف همیشه اولا حرکت نمی‌کنند، ثانیاً اگر حرکت کردند بعد در راه‌های آماده حرکت می‌کنند. هیچ وقت یارای آن و توانایی اون رو ندارند که بتوانند خود راه ایجاد کنند، راه بسازند. نمی‌توانند. چاره چیست؟ چاره برای سالکان طریقت این است که خودشون راه رو پیدا کنند و راه رو بیابند. استاد راهنمایی میکند، آن پیرشان راهنمایی میکند، ولی اساس این است که خود آنها باید این راه رو پیدا کنند، بسازند و بعد خود در آن راه قدم بردارند. جمع شدند، راه کردند و راه رفتند به قوت همدیگر، هم با
باید به همدیگر کمک کنند که السابقون السابقون. قرآن فرمود السابقون السابقون اولئک المقربون، سابقان که سبقت گرفتند. همیشه در هر کاری سابقان پیش رو هستند. چرا؟ چون اینها ضرورت این کار رو بیشتر از دیگران درک کردند. کسی که سبقت در کاری می کند و زودتر از دیگران به مرحله می رسد، این شخص البته انسان بزرگی است. بعد از اینکه راه هموار شد، خب همه خواهند رفت، همه در این راه خواهند رفت. اما مهم این است که انسان خود راه را بسازد و در آن راه برود، در حالی که از سابقون از سابقون است، از همه کسان دیگر سبقت گرفته باشد و سریعتر از همه حرکت کرده باشد. این یک قطره از یاران مانده، یک قطره که از یاران جدا مانده است، همان راه و بیابان با پهنا تنها پیش گرفت. خود راه نداشت، دید همه یاران رفتند، خود تنها پیش گرفت، بی یار و بی پیشکار و بی پشت دار. توکل کرده بر جبار پروردگار، هیچ جا نمیتوانست برود، یار و یاوری نداشت، بدون پیشکاری که کار او را قبلا انجام دهد، بدون پشتکار، بدون پشتدار، هیچ کسی نبود پشت سرش باشد اگر افتاد به او کمک کند، هیچ کس نیست جلو راهنماییش کند. در این بیغوله و در این صحرای حقیقت حرکت کرد. چه کرد؟ توکلش بر پروردگار جبار بود. دشتها و وادیها که آن سیلهای با صد هزار قطره بریدند، او تنها می برد. وقتی که آن سیلها، آن دریاها رو از به سوی دریاها رفتند و این صحراها رو پشت سر گذاشتند، این قطره یک تک تک رفت و یگانه به آنجا رفت. بسیار سخت است. واحدون که الفن ان امرون انا، مانند این که واحدون کل الف ان امرون انا هست. این یک ضرب المثل است که مولانا در مثنوی گویا در دفتر ششم این رو آورده است. می فرماید خواب دیدم خواجه معتل منا، واحدون کل الف ان امرون انا. این بیتش است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که واحدون کل الف، یکی مانند هزار است. همیشه یکی می تواند مانند هزار باشد. ان اگر، امرون کاری، انا کاری مورد عنایت واقع شد و مهم شد، اهمیت یافت برای انسان، این میتواند که چنین باشد. یک نفر کار هزار نفر را میتواند انجام دهد. کی میتواند چنین کند؟ وقتی که این یک نفر مورد عنایت واقع شده باشد و بسیار پر اهمیت بداند آن موضوع رو. کاری که هزاران نفر نتوانستند انجام دهند، این یک نفر میتواند انجام دهد. در مثنوی این قصه رو راجع به آن بازرگان تبریزی میگوید که به واسطه یک محتسب که بوده است به او میگوید که برو و کار کن، سرمایت با من، وام بگیر، بیا و من اون رو به تو بدهم. بسیار میدهد، ولی وقتی برمیگردد این میآید به تبریز که او رو پیدا کند، اون شخص رو، تا آن وامی که به او گفته بود بگیرد و به تعهدات خود عمل کند، میبیند او مرده است. هر چه میکند کاری از دستش بر نمی آید، تا اینکه میرود به گورش، در قبر آن شخص، در قبر آن محتسب تبریزی مینشیند و آنجا لابه و زاری میکند که من به پشتیبانه سخن شما پولهای فراوان دادم، گرفتم و اکنون میباید که آن را بپردازم. در آنجا در آن گوشه یک کاغذی را میبیند یا کسی میآید یک کاغذی به او میدهد که در فلان جایی که من میدانستم ولی نتوانستم این رو تبدیل به پول کنم، در درگاهی که آمدی، در درگاه قبر من سه گوهر هست، برو جاشو بردار، برو اونها رو بردار و ببر به ورثه من بده و این وام تو رو برگزار خواهد کرد. به آنها چه چیزهایی میگوید،
ابیات زیادی است، 60-70 بیت در مثنوی بسیار زیبا راجع به این سخن میگوید و سپس میفرماید که ببر و بگو که من وام داشتم و به ورثه‌ام بگو که آنچه را که هست این پول هنگفت رو به تو بدهند تا تو بتوانی وام خود را بپردازی و بقیه ماجرا. میگوید که آن شخص یک نفر بود، آن محتسب تبریزی یک نفر بود، اما ما کاری که هزاران نفر نمیتوانستند انجام دهند و وام این شخص رو برگزارند، او توانست که یک نفره کار هزاران ثروتمند رو انجام دهد و مال بسیار هنگفتی رو به دیگری ببخشد. قلیل ازا ادو کثیر ازا شدو، قلیلند وقتی که در شمار می آیند و زیادند وقتی که کار انجام می دهند. یعنی افرادی هستند که تعدادشان کم است اما کاری که انجام می دهند بسیار بزرگ است، برخلاف آنچه که دیگران می کنند و برخلاف آنچه که انسانهای خیلی زیاد کار کمی از دستشان بر نمی آید، این هایی که کار کم کرده اند از عهده‌اش بر می آیند. حالا برای تعویض زائقه عرض بکنم، یه روز میگن این نصرالدین و پسرش نشسته بودند و کار میکردن، کار کردن مثلا شخ میزدن. این پسر گفت که پدر جان اصلا هیچ پیشرفت نکرد، هیچ کاری نکردیم و از صبح تا ظهر تا حالا داریم کار میکنیم ولی هیچ محصولی نداده، هیچ اتفاقی نیفتاده. گفت پسرم، من یک پیرمرد، تو یک کودک، ما که چه کاری میتوانیم انجام بدهیم؟ ما که خیلی کار بلد نیستیم، از یک پیرمرد نحیف و از یک کودک کوچک ضعیف چه کاری برمی آید؟ گفت خب باش. بعد آمدن انگام ناهار خوردن، ناهار که خوردن خیلی ماشاءالله همشون خیلی عالی میل فرمودند. پسر رو کرد به پدر گفت اما پدر جان عجب زیاد غذا خوردیم، عجب ناهاری خوردیم، ما مثلا خیلی جی. گفت پسرم باید این چنین باشد، من یک شیر، تو یک بچه شیر، باید این طور باشد. یعنی هنگام کار کردن پیرمرد و کودک ضعیف هست و هنگام به قول معروف خوردن شیر و بچه شیر است. قصه همین است که کثیر ازا شدو قلیل ازا ادو. این هم اشاره است به شعری از متنبی. متنبی رو همه میشناسیم، شاعر بسیار پر آوازه عرب و از 5 شاعر و به قولی 10 شاعر بزرگ تاریخ ادبیات عرب. اون بیت اینه: سقال ازا لاقو خفاف ازا دو، کثیر ازا شدو قلیل ازا ادو. معنیش اینه که اینها وقتی که ملاقات کردن بسیار سنگینند و وقتی که دعوت شدند اینها بسیار خفیفند. وقتی دعوت میشوند خیلی سریع میروند، ولی وقتی که قرار است به جایی بروند آن وقت خیلی سنگین میشوند و در جای خود باقی میمانند. کثیر ازا شدو، زیادند وقتی که حمله میکنند، قلیل ازا ادو و کمند وقتی که اینها آماده میشوند تا اینکه به سوی هدف قدم بردارند. پس چون آن قطره کار 100,000 قطره کرد که الا من تمسک به سنتی، این قطره نباشد، سیل باشد در صورت قطره. میگه ولی کسی که در هنگام فساد امت رسول تمسک به سنت پیامبر کرد، قطره نیست، سیل است که در صورت قطره هست. که ان ابراهیم کان امتن، خدا فرمود که ابراهیم یک امت بود. ابراهیم کجا یک امت بود؟ امت یعنی ملت کثیر، ملت فراوان. قرآن می‌فرماید ابراهیم خود امت بود، یعنی یک نفر به جای صدها هزار نفر فایده داشته است. منظور این است که اگر در این وانفسا در جایی که همه به دنیا مشغولند
اگر کسی بیاید و به سنت رسول عمل کند با اینکه یکیست ولی به جای هزاران هزار فرد است. پس چون آن قطره کار صد هزار قطره کرد که الا من تمسک به سنتی، این قطره نباشد، سیل باشد در صورت قطره که ان ابراهیم کان امتون، ابراهیم یک امت بود. پرسیدن پیغمبر را از حال امت ابراهیم علیه السلام، گفتن چگونه هست که ابراهیم یک امت است؟ جواب آمد که چه میپرسی از امت ابراهیم که به خودی خود امت بود و فرق، فرقه فرق امت بود خود او، هم پادشاه بود و هم به خود لشکر بود، به تنهایی یک لشکر بود، است هم قطره بود هم به خود سیل بود. امت هزار باشد و صد هزار باشد، ان ابراهیم کان امه، ابراهیم هزار بود بلکه صد هزار بود، عدد بیشمار بود. درک این که او چگونه میتواند، مهم این تعداد نیست، چرا که یکی مرد جنگی به از صد هزار، یک کسی که کار از دستش براید او به جای صدها هزار نفر است. کسی که همت کند و همت والایی داشته باشد به جای چند صد نفر است، چند هزار نفر است. حضرت علی فرمود که لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، وحشت نکنید در طریق هدایت به خاطر قلت اهل آن. معمولا آنهایی که در راه هدایت می روند اینا اندکند، در راه گمراهی بسیار می روند، همه حرکت می کنند در راه گمراهی، اما در راه هدایت بسیار اندکند. و نباید انسان وحشت کند که چرا من در تنهایی هستم، چرا تعداد ما کم است، چرا ما بیش از این نیستیم. اتفاقا باید چنین باشد و گفتن اگر دیدید که تعدادتان خیلی زیاد است به نسبت جمعیت و جماعت، بدانید که احتمالاً ناخالصی در شما رسوخ کرده است. می فرماید کشتی وجود مرد دانا عجب است، افتاده به چاه مرد بینا عجب است. کشتی که به دریا بود آن نیست عجب، در یک کشتی هزار دریا عجب است. این که کشتی در آب باشد مهم نیست، ولی کشتی باشد که در آن هزار دریا باشد، یعنی آن کشتی آنقدر عظیم باشد و بزرگ باشد که نه تنها محاط دریا قرار نگیرد بلکه همه دریاها را او احاطه کند. کشتی اینجا همان در عرفان همان ولی الهی است و کسی که همان سفینه نجات، همین سفینه ای که ما در روایت های من در میان شیعه هم داریم، همین هست که سفینه امت من و روایت هایی که در این مورد می دانیم. گر نسیم یوسفم پیدا شود، هر که نابینا بود بینا شود. اینها روشنه دیگه، من سخن نمیگم. ای دل از دریا چرا تنها شدی، چرا از تنها دوری کردی؟ از چنان دریا کسی تنها شود؟ ماهی که از بحر در خشکی فتاد، می تپد تا زودتر آنجا شود. گر کسی گوید که بحر عشق بحر، دل چرا شوریده و شیدا شود؟ اگر کسی بگوید که چرا به خاطر عشق دریا انسان ها شوریده می شوند و دل شوریده و شیدا می شود، از خود بی خود می شود، تو جوابش ده که اندر شوق بحر، در شوق دریا قطره بی آرام و ناپروا شود. قطره ناآرام می شود و بی پروا و بی ترس می شود. قطره دیگر نمی ترسد که بیفتد. چرا؟ چون هلاکی نیست. قطره می خواهد از هلاکت به حقیقت برسد، به زندگی، به حیات برسد. این قطره اگر بیرون بماند ممکن است بخار شود و از بین برود، ولی وقتی وارد دریا شد هرگز دیگر از بین نخواهد رفت. وقتی قطره فنافی دریا شد، فنافی بحر شد، فانی در دریا شد، آن وقت دیگر بقا به بحر پیدا می کند، بقا در
دریا پیدا می کند، دیگر هیچ وقت از بین نخواهد رفت. روح انسان و جان انسان هم وقتی به جان جانان و روح الارواح و روح الوهیت متصل شد، دیگر به بقا خواهد رسید. فنایی که بعد از همه آن شرایط است به بقا منجر می شود و بقای پس از فنا اتفاق می افتد. تو جوابش ده که اندر شوق بحر قطره بی آرام و ناپروا شود. هم جوابش ده که پیش آفتاب ذره سرگردان و ناپیدا شود. این ذره هایی که ما می بینیم این در برابر آفتاب ناپیدا می شود. وقتی آفتاب آمد دیگر این ذره ها برای خود هیچ اجازه بروز و ظهوری نمی دهند. عزیز من، آن قطره جانی که در فراق دریا قرار گرفته باشد و یاد دریا نمی کند، گاهی در برگی می آویزد. این قطره باید یاد دریا بکند، این روح باید یاد روح الارواح کند، باید برگردد به سمت روح الهی. از همان جایی که نفخت و فیه من روحی هست، خداوند روح رو در ما دمید، این روح باید برگردد به سمت خداوند. کسی که یاد دریا نمی کند، گاهی در برگی می آویزد. دیده ای که قطره در برگ می آویزد و کم کم از بین می رود. گاهی در خاک می آمیزد، مگر بی ادبی کرده است که او را بند بر پای نهاده اند. بند زرین، بند سیمین، بند مجوهر. بند زرین، بند طلایی، یعنی بر پایش بند نهادند، اما از طلا بند می نهند تا انسان درک نکند که در بند است. بند آهنی رو همه درک می کنند و سعی می کنند این بند رو از خود، از پای خود باز کنند، اما شیطان می آید و بند طلایی به دست و پای انسان می زند. انسان دوست می دارد این بند رو، نمی خواهد از دستش بدهد. بندی از نقره، بند مجوهر یعنی جوهر و گوهر، بندی می دهند که پر از گوهرهای بسیار زیبا و بسیار گرانبهاست، اما بند است. ممکن است یک پرنده رو در یک قفس طلایی نگه دارند و غذای او رو در و لولو مرجان قرار دهند، می تواند چنین باشد، اما نهایتا این بند است و این قفس است. قفس قفس است، هرچند که میله هایش از طلا باشد. او را پند مده که پند او از آن سخت‌تر است که پند راه یابد. اون بندی که به او زدن خیلی سخت است، بنابراین هیچ فایده ای ندارد. بعضی از افراد است که نباید به آنها پند گفت، نباید به آنها سخن گفت. برای کسی که احتمال تأثیر نمی دهیم هیچ کاری انجام ندهیم، هیچ فایده ای ندارد. شاید هدایت شد، نه او نخواهد شد. ملک و مال و اطلس این مرحله، اطلس یعنی دیبا، ملک و مال و اطلس این مرحله هست بر جان سبک رو سلسله. این میگه این ملک ها، این مال ها و این لباس های زیبایی که میپوشد برای جانی که میخواهد سبک برود، حرکت کند به سوی جانان، جانی که به سوی جانان و روحی که به سوی روح الارواح و قطره‌ای که به سوی دریای الوهیت میخواهد برود، اینها ملک و مال و دارایی و ثروت، اینها سلسله هست بر پای او بستن تا او نتواند سریع حرکت کند. سلسله زرین بدید و قدره گشت، دید که این سلسله، این زنجیر از طلا هست. قدره گشت، مغرور گشت، فریفته گشت، ماند در سوراخ چاهی زان جان زدشت. جان به جای این که برود و دشت پهناور و عظیم را و سرسبز را ببیند، داخل چاه بود، در داخل چاه بدن، در داخل چاه تن به دست او زنجیرهای طلا زده بودند. او هم به همین زنجیرهای طلا امیدوار شد و تا آخر عمر در درون چاه ماند و هیچ سر بر نکرد از چاه تا ببیند که در بیرون چه جهانهایی هست، چه دشتهایی، چه گلستانهایی، چه بوستانهایی هست، چه دیدنی هایی وجود دارد. صورتش جنت به معنی دوزخی، ظاهرش مانند بهشته ولی در باطن مانند دوزخ است. افعی پر زهر و نقشش گلرخی، یک افعی است که پر از زهر است اما ظاهرش
یک گلرو و زیبا روح است. الحذر، این دنیا رو میگوید که دنیا چون این است، ظاهرش خیلی زیباست اما باطنش بسیار زشت روح است. هر لحظه این دنیا میخواهد انسان را بفریبد، هر لحظه میخواهد انسان رو نیش بزند. این افعی هزار تو و افعی هزار رنگ، اما ما باور نمی کنیم. هزار بار توسط این دنیا بدی هایی که ما می کند در حقیقت گزیده می شویم، ولی اتفاقی نمی افتد. دوباره دست در آن حجره می کنیم، دوباره به سوی دنیا می رویم. هزار بار دیده ایم که این دنیا کام ما را نمی دهد، هزار بار دیده ایم که دنیا به ما جواب رد می دهد و جواب نمی دهد، اما باز هم همچنان انجام می دهیم. هزار بار دست ما را در سوراخ دنیا فرو برده ایم و هر بار ما را گزیده است، باز هم هزار و یکمین بار باز همان کار را انجام می دهیم. انسان عجب موجودی است. چنان که منافذ ادراکات و فهم او را عشق آن رنگ و بو و گفت و گو گرفته است که سر سوزنی از پند راه نیابد، بلکه پند دهنده را دشمن گیرد. خیلی زیباست، میگه آنقدر این افکار او رو این حال دنیا در بر گرفته است که علاوه بر اینکه گوش نمی کند، هر کس هم بخواهد او را پند بدهد او را دشمن خود می داند، با او دشمنی می کند. اکنون خیلی این دشمنان خیلی زیاد هستند، اینکه با انسان ها دشمنی می کنند. چرا حرف خوب به من می زنی؟ من می خواهم در بدی خود بمانم. زیرا زنگی همیشه دشمن آینه. و اینجا یک مثالی میزند، میگه که چرا انسان ها از نصیحت اولیای الهی سر باز میزنند؟ به خاطر اینکه اینها مانند زنگی، همان آفریقایی های سیاه پوست هستند که بسیار سیاهند و علی الظاهر بسیار زشتند. اینها دشمن آینه اند، چون آینه واقعیت اینها را نشان می‌دهد، اینها هرگز حاضر نیستند که به آینه نگاه کنند. انسان‌های بد هم چون در آینه وجود انسان‌های خوب چهره زشت خود را می‌بینند، از این که چهره زشت خود را ببینند استنکار می‌کنند و طرف مقابل را می‌شکنند. مانند این که یک کسی بیاید به ما عیب ما را که واقعاً در ما وجود دارد به ما گوشزد کند، ما چه میکنیم؟ معمولا نمیپذیریم عیب خود رو، و معمولا آن کسی که عیب ما را گفته است او را دشمن خود میدانیم. چرا؟ چون که زشتی چهره خودمان رو در آینه او میبینیم و دوست نداریم بدانیم و بفهمیم یا قبول کنیم که ما زشت هستیم. بنابراین آینه را میشکنیم. آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. آینه کارش این است که نشان میدهد تو هر گونه هستی، بنابراین دشمنی با آینه دشمنی جاهلانه هست. عاقل به آینه نگاه میکند، اگر لکه‌ای در چهرهش بود، اگر موردی بود، او رو پاک میکند، نه اینکه بیاید و آینه را بشکند که چرا بدی های مرا نشان دادی. انسان ها همچنینند، در برابر کسانی که به ایشان نصیحت نیکو میدهند در برابر آنها جبهه میگیرند و موضع گیری میکنند. این یک اصل است و قبول نمی کنند. زیرا زنگی همیشه دشمن آینه بود. ناصحان و واعظان آینه اند یا آینه دارند. این ناصحان یا خودشان آینه هستند یا یک آینه ای در برابر ما قرار میدن که خودت را ببین، ببین چقدر زشت شده ای، بیا از این زشتی رها شو، خود را برهان. عاشقان نفس و طالبان دنیا زشت رویانند. آنهایی که عاشق نفس خود شدند، طالب دنیا هستند، اینا زشت رو هستند. زنگی چهرگانند که و اتبعنا هم فی هذه الدنیا لعنه و یوم القیامت هم من المقبوحین، و در این دنیا پیروی می کند ایشان رو لعنت الهی، دوری از رحمت الهی، و روز قیامت هم از مقبوحین و از زشت رویان هستند. قبیح یعنی زشت.
اما در ولایت زنگبار، یعنی ولایت زنگبار همان آفریقا مد نظر هست، زنگیان در آنجا هستند، سیاه چهرگان در آنجا هستند. اما در ولایت زنگبار زشتی زنگی کی نماید، که آنجا مرد و زن همه زنگی اند و جنس همدیگرند. خب وقتی که همه بدن دیگر همدیگر رو بد نمیدانند، با همدیگر مباشرت میکنند، معاشرت میکنند، هیچ مشکلی هم ندارند. دیدید انسانهای خیلی بد با همدیگر هیچ مشکلی ندارند، چون همه زنگی هستند، همه سیاه رو هستند. آینه هم نشان بدهد میگوید اگر سیاه رویی بد بود که اینها چرا سیاه روی میشدند. باش تا از این ولایتش بر مرکب اجل بیرون برند بر خوب چهرگان ترک و روم، که فرشتگان نورانی هستند. بذار اینها رو مرکب عجل، اینها که بمیرند خواهند برد اینها رو به سفید رویان ترک و ترکانی که سفید رو و زیبا بودند. ترک در مفهوم مطلق زیبا هست، در ادبیات فارسی وقتی میگویند ترک به معنای زیبا رو هست، نه به معنای کسی که ترکی سخن میگوید و اینها. ترک به معنای مطلق زیبا رو هست. ترک و روم که زیبا رویان اینها مشهور بودند، همین اروپاییان و اینها، و ترک ها چنین بودند. میگوید که وقتی که اینها مردند، اینها رو بردند به ترکستان و روم، کشور روم، آنجا فرشتگان نورانی خواهند دید. چه انسان‌های زیبا روی سفید روی هستند که زیبایی از سر و وجودشان می‌بارد. کرامون برره، کرامند، اینها اهل تکریمند، گرامیانند، برره هستند، یعنی اهل بر و نیکی هستند و اهل خوبی هستند. که مسکن ایشان هفت آسمان است، آنگه رسوایی خیش میان رومیان روحانیان ببینند. میان رومیانی که زیبا هستند و روحانی هستند زشتی خود رو میبینند. یک آفریقایی خود رو در برابر یک رومی میبیند، حسرت خورند و هیچ سود ندارد. لاجرم از این سبب دشمن آینه اند و آینه دارند. هم دشمن آینه هستند، هم دشمن کسی هستند که این آینه را به آنها نشان می دهد. زنگی یافت آینه در راه، اندرو روی خیش کرد نگاه. یک سیاه چهره آمد و آینه پیدا کرد، چهره خودش را در آنجا دید. بینی پخش دید و روی زشت. بینیش پخش بود، حالا یعنی بینی همه چهرش و نصف چهرش و بینی گرفته بود. روی زشت، چشم چون آتش و چشمشون هم قرمز معمولن، چشم چون آتش و رخ از انگشت. رخش هم از انگشت است. انگشت یعنی زغال، از زغال است، چهره مانند زغال است. چون برو عیبش آینه ننهفت، آینه عیب رو پنهان نمی کند. چون برو عیبش آینه ننهفت، آینه عیب او را چون بر او ننهفت، بر زمینش زدان زمانو بگفت. آینه رو کوبید زمین. کان که این زشت را خداوند است، بهر ننگش به راه بفکند است. این عکس کیه که اینقدر زشته؟ از بس ننگ دارد که این رو تو راه انداخته که نبینه که چقدر زشت رو بوده است. گرچه من خود به کار بودی این، اگه این مثل خود من خوشگل بود و زیبا رو بود، کی در این راه خار بودی این؟ اگه عکسش مثل خود من زیبا بود دیگر اینا نمینداخت به زمین و با خود همراه داشت. من که خیلی زیبا هستم. زشت رو از این جهت است که خود را زیبا میبیند. بدبختی از این است، وگرنه اگر یک زشت بداند زشتی خود را که مشکلی نیست. اولین قدم این است که انسان زشتی روح خود را بداند، زشتی آفت دنیایی بر وجود خود را بداند. ولی غالبا نمیدانند، غالب زشت رویان نمیدانند که چه هست و خود را زیباترین میدانند. مشهور است که میگن به کلاغ گفتند که زیباترین پرنده رو پیدا کن و بیار در بارگاه سلیمانی. رفت هر جا نگاه کرد، توتیان رو دید نه دلش نمیاد، این که زیبا نیست. بلبلان رو دید، تمامی
پرندگان بسیار بسیار، طاووس رو دید، همه پرندگان عقاب رو، پرندگان زیبا رو دید، آخرش آمد بچه خودش رو برد و گفت که من از این زیباتر پرنده ای پیدا نکردم. اما آن سیاهی که رنگ زنگی دارد و زنگی نیست، از ولایت ترک است و از ولایت روم است. میگه بعضی ها هم هستن که رنگشان زنگی است، در حقیقت انسان خوبی هستند، از ولایت ترک است و از ولایت روم است. به تفلی به زنگبارش به اسیری بردن. حال همه اینها که هستند، یکی از ولایت ترک آمده است، از ولایت روم آمده است و او رو به زنگبار اسیر بردن. او میبیند که او در آنجا سفید رویی رو عیب خواهد دید، درسته؟ چون که آنها که همه سیاه رو هستند به او عیب خواهند گرفت و خواهند گفت که تو چرا سفید رو هستی؟ تو حتما یک مرضی داری که رویت سفید است، یک اشکالی در تو هست. چنانچه همین اتفاق میافتد. اما آن سیاهی که رنگ زنگی دارد و زنگی نیست، از ولایت ترک است و از ولایت روم است. به تفلی به زنگبارش به اسیری بردن. دشمنی سیاهی در روی او مالیده است. یک دشمن آمده سیاه کرده روی او رو. چون آینه را بیند، حالی خال سیاه در روی سپید ببیند. میبیند که رویش سفید است و خالهای سیاه بر چهره است. گویند عجبا چه مالیده اند در رویم، همه روی چرا چنین سپید نیست؟ پس سپیدی با سیاهی در جنگ آید. خوبی با بدی در جنگ می آید که لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه. خیلی زیباست. می فرماید که من قسم می خورم به روز قیامت و قسم می خورم به نفس لوامه. نفس لوامه چیست؟ نفس لوامه وقتی است که زشتی ها و خوبی های انسان در درون انسان به جنگ مشغولند. تا زمانی که اماره هست، زشتی ها بر خوبی ها و زیبایی ها غلبه دارد. وقتی که زشتی ها و خوبی ها همرنگ هم شدند، نزدیک هم شدند و به تعداد هم شدند، اینجا نفس لوامه می آید. نفس لوامه نفس ملامتگر است و یک خوبی چهره خود را می بیند، بعد در روی خود سیاهی می بیند. این نفس لوامه درک می کند که این سیاهی عارضی است. چرا من باید رویم سیاه باشد؟ من باید رویم را بشویم و سفید رو باشم. بنابراین خود را ملامت می کند به خاطر گناهان و به سوی خدا توبه می کند. نفس لوامه تبدیل به نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه می شود. با خود چون او میانه یا خود چون او میان زنگیان افتاد، ایشان با او بیگانه می بودند. از روی آنکه تو سپیدی و ما سیاه، از ما نیستی. او تنها و بی کس می ماند، از ضرورت تا با ایشان باشد و او را بیگانه ندارند، سیاهی در روی خود می مالید تا دختران زنگیان از وی نرمند. خب این سفید بود، این این سفید بوده دخترهای زنگی مسخرش می کردند. ببینید این مثلا صورتش سفیده و سفیده، مسخرش میکرد. این رفته بر رویش سیاهی مالده که این دختران زنگی، دختران سیاه پوست او رو دوست بدارن. تا دختران زنگیان از بین نره من که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. در قرآن هست که یا ایها المؤمنون، ای مؤمنان، ان من ازواجکم، همانا از همسرانتان، و اولادکم و از فرزندانتان عدو لکم. آیه عجیبیست، تفسیرش رو بگذاریم برای بعد. عدو لکم بسیاری، این من ازواجکم، ممکن است از میان همسران شما و اولاد شما عدو لکم، دشمنانی برای شما باشن. و واقعا هم این سخن بسیار سخن عاقلانه است، تصدیق می‌فرمایید. این دخترچگان زنگی شاهدان و خوبان و لذت‌ها و شربت‌های این عالم فانی است. این دختران سیاه‌پوست که اومدن و به این سفید رو میگوین خودتو سیاه کن، اینها کارهای این جهانند، شربت‌ها و لذت‌ها و شاهدان و زیبارویان این جهانند که زیبارویان این جهان چندان هم زیبارو نیستند.
سیاه پوستانی هستند که دماغ پخش دارند به قول مولانا. اما آن خوبرویان کیا هستند؟ خوبرویان در عالم بالا هستند، در عالم بقا هستند، که عدوی چهره چون ماه شمایند، که از بحر ایشان سیاهی در رو میمالید. ها نهان به خود آیید و این سیاهی از رو بزدایید. مبادا که چون بسیار بماند این سیاهی بر روی شما رنگ اصلی را بخورد و هم رنگ کند و آن فر سپیدی و سرخی رویتان در زیر آن سیاهی به روزگار بپوسد. آنقدر این سیاهی را بمانید که آخرش وارد پوستتان بشود و دیگر آن سفیدی را از دست بدهید و آن رنگ عاریت رنگ اصیل شما شود. و آن فر سپیدی و سرخی رویتان در زیر آن سیاهی به روزگار بپوسد، رنگ سیاه عاریتی رنگ اصلی شود. زودتر جدایی بجویید و روی خود را از ننگ رنگ سیاه تباه ایشان بشویید، که عادت چو کهن شود طبیعت گردد. عادت وقتی که کهنه شد، انسان عادتهایی که دارد جزی از طبیعت او می شود. انسان می بایست که نگذارد که عادتهای بد او جز به طبیعت او شود. فعل انسان تبدیل به صفت انسان می شود، صفت انسان در صورت استمرار تبدیل به عادت انسان می شود، و عادت انسان تبدیل به طبیعت و درون او می شود. انسان باید از فعل بد دوری کند تا اینکه به صفت تبدیل نشود. اگر شد از آن دوری کند که تبدیل به عادت نشود. شد از آن عادت دوری کند که تبدیل به طبیعت نشود. اگر تبدیل به طبیعت شد دیگر کاری نمی توان کرد، دیگر کار از کار گذشته است. و آنگاه که آن خال سپید که بر روی شما یادگار سپیدی است نماند، سیاهی محیط شود بر روی جان شما. آن خال سفید هم که بود، آن هم از بین می رود. آن نقطه معرفتی که در وجود شما بود، آن هم از بین می رود. و احاطت بهی خطیعته فاولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. فاحاطت احاطه کرد بهی به این انسان خطیعته، خطایای او. خطایا جمعش میشه خطیعه، خطا جمعش خطایا و جمع جمعش میشه خطیعه، یعنی اشتباهات او و خطاهای او او را احاطه میکنند. فاولای که پس ایشان اصحاب النار، اصحاب آتشند، هم فیها خالدون، در آن خالد و جاودانند. بعد از آن هرگز از سیه رویی بیرون نیاید که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. در احوال قیامت از قرآن میفرماید یوم، روزی که تبیض وجوهون، روزی که چهره های سفید می شود، و تسود وجوهون، و روزی که چهره های سیاه می شود. چون قومی سیاهی بر رو و سیاهکاری در دل عاریتی است و بعضی را اصلی است. فردا چون به جوی آب طهور قیامت، قیامت یک جویی دارد که آب طهور، آب پاک کننده در آن هست. فردا چون به جوی آب طهور قیامت سر بر کنند و از خواب مرگ خوابالود برخیزند، همه رویها بشویند، چنان که عادت بود که چون خفته از جامه خواب برخیزد روی بشوید. میگه همچنان که شما صبح بلند میشید و صورتتان را میشویید، حتما در وقتی از خواب مرگ آزاد شدید، از خواب مرگ بیدار شدید، در قیامت آن وقت چهره هایتان را خواهید دید. آنهایی که عاریتی است وقتی شستند چهره سفیدشان مشخص خواهد شد، ولی آنهایی که حقیقت شده جزء طبیعتشان شده است، آنها همچنان سیاه رو باقی خواهد ماند. فغسلوا وجوهکم، قرآن فرمود که بشویید چهره هایتان را. چون روها فروشویند آنها که ترک و رومی اند، آن آب مبارک سیاهی را از روی ایشان ببرد، و آنها که زنگی اصیلند چندان که بشویند سیاه تر شوند. اونا هر چقدر بشویند باز اون رنگ واقعی بیرون می آید. چون سر از جوی برایند برارند، عیان ببینند حال هر دو قوم را، که یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. عزیز من، مبادا که تو را این سیاهی و سیاهکاری عشق دنیای فانی و مکار غدار گندم نمای جو فروش
گندم می نماید، جو می فروشد، مکار است، مک می کند و قدر و حیله می کند هر لحظه. سیاهه سپید برکرده عجوزه خود را جوان ساخته، رنگ زشت او بر تو طبیعت شود. یک پیرزن است، عجوزه است بسیار زشت، خود را جوان ساخته و خود را به تو عرضه می کند. رنگ زشت او بر تو طبیعت شود، دشمن آینه الهی شوی. آن وقت وقتی مردان الهی با تو سخن می گویند، دشمن آینگی خداوند می شوی. صفت خفاشی و آفتاب دشمنی در تو متمکن شود. می شوی خفاش که طاقت آفتاب رو ندارد، دشمن آفتاب شوی. بس روشن است روز، ولی که از شعاع روز بی روزنند، از آن که همه بست روزنند. از خوی زشت دشمن آن خوی و خاطرند، و از درد چشم دشمن خورشید روشنند. اینها چشمشان درد میکنند، به خاطر همین با آفتاب دشمنی میکنند. اینان خوی زشت دارند، به خاطر همین با خوی و خاطر خوبان و نیکورویان در جنگ و ستیزند. آن کره‌ای به مادر خود گفت، چون که ما آبی همی خوریم سفیری همی زنند. مادر چه گفت؟ گفت برو بیهوده مگوی، تو کار خیش کن که همه ریش میکنند. یک کره‌ای، کره اسبی یا کره مثلا کره الاغی به مادرش گفت که چرا وقتی که ما آب میخوریم سوت میزنند؟ میدانید که سوت میزنند که اینها آب رو بهتر با آهنگ بخورن، زیاد بخورن، بعدن تشنشان نشه. میگه که تو کار خودت رو بکن، اینها همه ریش خود رو میکنند، ما آبمان را میخوریم، اینها هر کاری میخواهند بکنند کاری ندارد. آن ترک بچه میگوید پدر را که مرا عاجز کردی که رو بشو، رو بشو از سیاهی، اگر سیاه رویی بد است آن زنگیان چرا شادی میکنند؟ و ما چون داروها بر روی خود میمالیم، چرا بر ما میخندند و تسخر میکنند و طعنه میزنند؟ انسانهای خوب به انسانهای بد میگویند چرا اگر بد است، چرا انسانهای بد این همه خوشحالند، همه میزنند و میرقصند و خوشحالی میکنند؟ اینها چه ایرادی دارد؟ حتی احتمالا ایراد از ما هست. پدر میگوید تو کار خیش کن و چهره چماه از بحر شاه ابد و ازل بیارا، که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند جمیل است، زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. که ایشان بر روی زشت خود می‌خندند که ان الذين اجرموا، آنان که مرتکب جرم شدند، کانوا من الذين آمنوا یضحکون، به آنانی که ایمان آوردند یضحکون، می‌خندند. آیه قرآن است، همه بر موافقت افضل القدرا فلان الدین از میان جان نام الرحمن بگوییم که بسم الله الرحمن الرحیم. میگوید که همه این گویا در مجلس مولانا کسی بوده است که وقتی که مولانا آیه ای رو از حفظ میگفته، آن شخص با صدای خوب و زیبایش تمام آن آیه را از اول تا آخر میخوانده است. اشاره به آن است، افضل القرا، بالاترین قرائت کنندگان، فلان الدین، اسمش هم شاید نمیداند، انسان بزرگی است که میخواند الرحمن بگویی که بسم الله الرحمن الرحیم. تا دل ز کمال تو نشان یافت، جان عشق تو در میان جان یافت، جان بارگه تو را طلب کرد، در مغز جهان لا مکان یافت. به جهانی رفت که آنجا دیگر فراتر از این مکان هاست. هر جان که به کوی تو فرو شد، از بوی تو جان جاودان یافت. فریاد و خروش عاشقانت در کون و مکان نمی توان یافت. از درد تو جان ما بنالید، درمان ز تو درد بیکران یافت. همه دردهای بیکران از تو درمان یافت. چون درد تو یافت زیر هر درد، درمان همه جهان نهان یافت. وقتی که داروی تو رو گرفت، آن وقت درد همه جهان و همه جهانیان هم در آن وجود دارد. هر چیز که جان ما همی جست، چون در تو نگاه کرد آن یافت. که انشاءالله
اگر 5 دقیقه اجازه بدهید به اول بحث برسیم، اگر ممکن است این رو سریع من بخوانم که تمام شود. بیشتر از این شما رو خسته نکنیم. تا اول قسمت بسم الله که روایتی است بخوان. هر که حلاوت این نام یافت از ذروه عرش تا پشت فرش، پیش همت او پر پشته ای نسنجد. ذروه عرش یعنی قله عرش تا تمامی فرش همتی دارد که پر پشته که کوچکترین چیز و ناقصترین چیز است حتی او هم حرکت نمی کند. یعنی همه جهان به فرمان اوست و هر که را به جمال این نام صید کردند هیچ صوت و صید و رنگ و بو او را نتواند صید کردند. رنگ و بوی این جهان و سر و صدای این جهان نمی تواند او را از راه بدر کند. و هر کلبه‌ای که آفتاب سعادت این نام بر وی تافت، شرفات و کنگره قصر ملوک عالم را خدمت آن کلبه او فرستند تا او را پرستند. این نور الهی بر هر خانه افتاد شرافت پیدا می کند بر همه کاخهای ملوک عالم. هر که حلقه بندگی این نام، نام الهی در گوش کرد، نام الرحمن رو در گوش کرد و بسم الله الرحمن الرحیم گفت، دنیا و عقبا را فراموش کرد. هر که از مشرب از به این نام سیراب شد، از یعنی گوارا، هر که از مشرب آبش خوره گوارای این نام سیراب شد، عمرانات عالم در بصر و بصیرت او خراب شد. همه پیروزی ها و عمران ها و نیکی های جهان، آبادی های جهان در نظر او خراب می شود. روزی که آفتاب سعادت از برج اقبال براید و دوست دیرینه از اقصای سینه ناگاه بدراید، که افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا خداوند صدر او را، سینه او را برای اسلام گشاده نفرمود؟ یعنی آن مؤمنی را که گزیده ام از خاک و بخریده ام او را از دست جهل و خودپرستی و پسندیده ام و اوصاف پسندیده بخشیده ام و او را لایق خدمت و دقایق پسندیده آداب طاعات گردانیده ام، اجتبا و استفا کرده ام، برگزیده ام. اجتبا یعنی برگزیدن و استفا هم یعنی برگزیدن. و دل او را با وفا و صفا بسرشته ام، هم وفا داده ام هم صفا داده ام به دل او، و به شرح نرم گردانم. شرح یعنی گشادگی، گشاده کردم دل او را، نرم کردم. که شرحه و وسعه و زینه و نوره از یک قبیلند، یعنی شرحه یعنی گشاده کرد، وسعت داد، زینت داد و منور کرد. در معنی افمن شرح الله، این شرح که کرد؟ من کرده ام که الله هم. چه کسی دلهای مؤمنان رو باز می کند، گشاده می کند؟ که کرد؟ من کرده ام که الله هم. به خود کرده ام، به جبرائیل باز نگذاشتم. دل مؤمن را خودم باز کردم، نگذاشتم که جبرائیل برود و باز کند. خودم با دستان خودم، با ید اللهی خود، با قدرت خود اون رو باز کردم. به میکائیل حواله نکردم، به جبرائیل باز نگذاشتم. سدره صدر در میان تن است. این سدره صدر، این سینه‌ای که وجود دارد در میان وجود او گذاشتم. این دل رو که دل عاشقانه هست در میان جان او قرار دادم. صدر سینه بود که حرم کعبه دل است. چنان که آن حرم در میان زمین است، همچنان که حرم کعبه در میان زمین است، این حرم سینه بیکینه در میان تن است. این حریم سینه‌ای که بیکینه باشد در میان وجود انسان است. که خیر الامور اوسطها، بهترین کار این است که در وسط باشد. آن در وسط زمین است، خانه کعبه، و این در بدن انسان، قلب در وسط بدن انسان است. بهترین جواهر در میان قلاده بود. بهترین جواهرها رو داخل قلاده ها و زنجیرها میبستند تا اگر به کنارها آفتی رسد، آنچه خلاصه است در میان سلامت بماند. به ضربه هایی از این ور اون ور می آید، ولی این اصلش بماند. ایشان گرد او همچون پاسبانان باشند و سینه در میان همچون خزینه ای. دیگر چه فرماید؟ للاسلام. آیه افمن شرح الله صدره للاسلام رو
تفسیر میکند مولانا. بعضی مفسران گویند این لام تملیک است، دل اسلام یعنی برای ما، لام ملکیت است برای اسلام، یعنی هرچه بیرون اسلام است از هنرها و دانشها در دل عاریت است و اسلام در دل حقیقت است و مقصود حق از آن همان است. چنان که در خانه مقصود عروس بود، نه کنیزکان و نه گنده پیران حاجبه و آینده و رونده. در یک خانه اگر عروسی را آوردن، است آن عروس است، بقیه هیچ محتوایی ندارند. انشاءالله جلسه بعد از بسم الله و تفسیر بسم الله سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.